سلام سلام به تمام علاقمندان زبان فرانسوی، امید که خوب خوش جور و تیار و بخیر و سلامت و تمام امزگه پای خوب باشید. خوش آمدید به اولین درس زبان فرانسوی با مرتضی. من مرتضی هستم و تصمیم گرفتم که درس های زبان فرانسوی را به صورت ویدیویی جور کنم و دور روی یوتیوب بانم تا مفید باشه برای کسایی که میخواد زبان فرانسوی یاد بگیره یا یکی که در حال یاد گرفتن زبان فرانسوی هستن. این درس ها بتونه یک کمکی باشه. برای اولین درس تصمیم گرفتم که بیشتر روی تلفظ کار کنیم، تلفظ صحیح هر حرف و تلفظ صحیح هر کلمه و بعد از آن جمله و گپ زدن، از خاطری که تلفظ در هر زبانی بسیار بسیار مهم است. برای که منظور ما را طرف مقابل بفهمه بالاخره به تلفظ تقریبا صحیح باشه. بنابراین برای اولین درس تصمیم گرفتم که حروف الف با و چند حروف ترکیبی را با هم ببینیم و تغییر صداها را در زبان فرانسوی با هم بخوانیم. اگر در طول درس کدام توضیحی برایتان دقیق مشخص نیست، اگر کدام سوالی دارید، اگر کدام پیشنهادی دارید برای بهبود یافتن از این درس ها، در قسمت نظرات و پیشنهادات حتما نظر خود بانین، پاسان میخوانم و در طول درس های بعدی حتما به آنها توجه خواهد شد. برای درس اول دون حروف الف با شروع میکنیم. ما حروف الف با رو میخوانم، دقت کنید به تلفظ هر حرف و پیش خود تکرار کنید تا اینکه کم کم یاد بگیرید و حروف الف با رو حفظ شوید. شروع میکنیم. حروف الف با اینجا نوشته کردم: آ ب س د ا اف ژ اش ای ژ ک ال ام ان او P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. این بود حروف الف با در زبان فرانسوی. چند تا حرفی که میتونه کم مشکل ساز باشه برای فارسی زبانان و نه تنها برای فارسی زبانان، برای کلی کسایی که میخواید از زبان فرانسوی یاد بگیره، یکی از اون حرف ها حرف او هست که باید دقیق تلفظ شوه او و نه او. او یک چیز است و او یک چیز دیگه است. بنابراین حرف او باید دقیق تلفظ شوه او و حرف دیگر حرف او هست. او هم باید درست تلفظ شنه او و نه او. او یک چیز است و او چیز دیگر است. بنابراین در بعضی کلمات حرف او باید دقیق تلفظ شنه او. اگر او بگی طرف نمیفهمه. بنابراین آدی این دو حرف کم میتونه مشکل ساز باشه. برای یاد گرفتن حروف الف با یک روش که میتونم دهیتون پیشنهاد کنم است که حروف الف با رو به صورت ملودی مانند بخش خود تکرار کنید تا این رقم یاد بگیرید. مثلا A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. این با ملودی های متفاوت، هر ملودی که خوشتان میاد با همزون ملودی تمرین کنید تا ای که حفظ شوید. در حروف الف با چند حروف صدادار است. حروف های صدادار آ، او، ای، او و او هستند. حروف هایی که تایشان خط سرخ کشیدم. این حروف ها حروف های صدادار هستند. دیگه حروف ها حروف های بی صدا هستند. اولی میاییم در این قسمت چند حرف ترکیبی. حروف آ، او، ایکس، آ، او یا او، آ، او همیشه صدایشان میشه او. اوی ساده مثل اوی گرد. بنابراین چند تا مثال: کلمه شو وو، شو وو، آ، او، ایکس، آ، او، ایکس، شو، و، آ، او، ایکس. این قسمتش از خاطری او، امی او، امی جب خونو تلفظ میشه
ش بعد این قسمتش با اوی ساده ش و یعنی اسب ها ش و یعنی اسب ها یا کلمه اتوماتیک اتوماتیک ا ا اوی ساده تلفظ میشه اتوماتیک اتوماتیک آخر کلمه اتوماتیک قلم بگیرم آخر کلمه اتوماتیک کی ای ا نوشته شده کی ای ا همیشه تلفظ میشه ک و نه کو ک همیشه دونك بنابراین داخل کلمه اتوماتیک میخونیم اتوماتیک اتوماتیک کلمه بعدی کلمه بو هست بو یعنی زیبا ب ا ا ا ا ا ا ام او ساده بو حروف ترکیبی بعدی حروف ا ا و او ا ایکس هستند برای مثال در کلمه ف ف یعنی آتش ا ا ف یعنی آتش و نه فو فو باز معنایش فرق میکنه فو معنایش میشه اشتباه و باید اگر درست نگی ف طرف نمیفهمه دقیق ف یعنی آتش شوو 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 یعنی موها تقریبا نوشتارش میبینیم مثل با این شووی با نه تقریبا یکلی است اما تلفظشون فرق میکنه ای هست شوو ای هست شوو ای ووی ده اینجا آخرش معنایش میشه اسب ها و شو یعنی هر دویش که او تلفظ شوه میشه موها شو کلمه بعدی کلمه جو هست جو همچنان او 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 این تلفظ میشه او جو یعنی بازی حروف ترکیبی بعدی حروف او و او هست او او همیشه صدایش میشه او اوی ساده مثل داخلی کلمه ای فو فو یعنی دیوانه فو اف او ای فو یا بونجور 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 ب او ان جی او ای ار او ای در اینجا صدایش او میشه بونجور یک چیز دیگه داخلی کلمه بونجور یعنی او و ان هست او و ان در فرانسوی به نوعی دو تو دماغی تلفظ میشه و نباید بگی بون جور باید بگی بون جور بون جور حروف ترکیبی بعدی او ای هستن او ای هر کجا که آمد صدا میشه او مثل در کلمه ای بواخ ب او ای ار ای بواخ یا کواخ بواخ میشه نوشیدن کواخ میشه باور کردن او این همونطور که اینجا گفته شد او این میشه اون داخل دماغی اون بون ای این همچنان ای این هم به نوعی تو دماغی تلفظ میشه داخل کلمه ای کوپن کوپن یعنی دوست دوست پسر کو سی او پی ای ان ای ان آخرش من رو خواهم تو دماغی تلفظ میشه کوپن جی ان جی ان صدایش میشه نیا نیا تقریبا مثل داخلی کلمه ای می نیون ام ای جی ان او ان می نیون ج و ان صدایش میشه نیا تقریبا می نیون والا چند تا حرف ترکیبی دیگر در اینجا نمیشته کده یک از اونا پی اش هست پی اش همیشه میشه ف صدایش همیشه میشه ف مثل داخلی کلمه ای مینیون راستی منو نکده مینیون یعنی بانمک قندولک پی اش صدایش میشه ف مثل داخلی کلمه ای فارماسی پی اش ا ر ام ا سی ای ای فارماسی یعنی داروخانه
در زبان فرانسوی بعضی اکسان ها وجود داره. اکسان، اکسان یعنی اکسان یعنی به نوعی هم معنای لهجه میده، هم معنای بعضی حرفا صدایش تغییر میکنه، اونا رو میگن اکسان. حرف او مخصوصا، حرف او بیشتر وقتا در کلمات فرانسوی هست که رویشان اکسان های متفاوت است. مثلا اینجا او اکسانش هست او اکسان ایگو، اینجا هست او اکسان گراف، او اکسان سیرکونفلکس، او اکسان تریما. تریما این دو تا نقط است. سیرکونفلکس مدلی این تو تیک تیک با میخوانه ولی و اکسانت گراف خط ایرقم و اکسانت ایکو خط ایرقم. این اکسان ها در کلمات فرانسوی زیاد یاد پیدا میشه. در کل در زبان فرانسوی و در بیشتر زبان ها فکر کنم استثناهای زیاد وجود داره. استثنا در زبان فرانسوی میگن اکسپسیون. اکسپسیون های زیادی در زبان فرانسوی وجود داره. این قانون هایی که در اینجا من نوشته کردم بخشی از حروف ترکیبی و بخشی از استثناء ها است. استثناء های زیادی وجود داره. در طول درس های بعدی شاید دزی استثناء ها بر بخوریم و سعی میکنم همه از اونها را ذکر کنم. اگر احیانا کدام چیزی برایتون مشخص نیست حتما در قسمت نظرات بنویسید، جواب خواهم داد. بنابراین گفتیم که در زبان فرانسوی اکسپسیون یا هم استثناء زیاد وجود داره. اکسپسیون او ایکس سی او پی تی ای او ان. اینجا میره ذکر کنم که تی ای او ان، تی ای او ان همیشه صدایش میشه سیون. سیون همچنان داخلی کلمه پرونونسیاسیون، پرونونسیاسیون یعنی تلفظ، همچنان آخرش T-I-O-N میشه سیون. پرونونسیاسیون، پرونونسیاسیون. خب بیاییم دوباره در این قسمت. یکی از مدل های حرف سه، سی انت علامت پایینکش که یک خطک است، این را میگه سی سدی. سی سدی حرف سی را همیشه صدایش هست سی، مثل داخل کلمه لسون. لسون یعنی درس. وقتی که سی اونو تا خطک داشت یعنی سی سدی بود، همیشه صدایش میشه سی. بغیر از او در این قسمت اینجا گفته شده که حرف سه و حرف ژ اگر پیششان حروف او یا ای یا ایگرگ آمد، صدای سه میشه سه و صدای ژ میشه ژ. بغیر از حرف او، ای و ایگرگ هر حرف دیگری آمد، صدای سه میشه که و صدای ژ میشه گ. چند مثال ده اینجا. مثلا کلمه سوغیز. سوغیز یعنی گلاس. سوغیز پیش سه او آمده. سه او ار ای اس او. سه پیشش او آمده، بنابراین صدای سه اما سه میمانه. سوغیز. بغیر از این حروف اگر هر حرف دیگه آمد صدایش میشه که. کلمه بعدی جیله. جیله یعنی واسکت. جیله هم همونطور که میبینید جی پیشش ای آمده، ای، بنابراین صدایش هست جی. جیله. سیگارت. سیگارت یعنی سیگرت. سیگار. سیگارت پیش سی ای آمده، بنابراین صدایش سی میمانه، پیش جی آ آمده، آ ده اینجا نیست، بنابراین جی صدایش میشه گی. سیگارت. یک چیز دیگه در اینجا، وقتی که دو ت
وقتی بعدی او دو ت آمد همیشه صدای او میشه ای ات. سیگارت. یعنی یک چیزی دیگه هم در اینجی سوریز میبینین که اس صدایش شده ز سوریز. وقتی که اس در مابین دو حرف صدادار قرار میگیره، حروف صدادار در اینجی گفتیم که آ، او، ای، او و او هستن. اینجی اس در مابین ای و او هست، ای و او حروف صدادار هستن. بنابراین صدای اس میشه ز سوریز. خب این قسمت گفته شد. یک حرف دیگه که مهم است و او حرف اش هست. اش یک حرف صامت است، بی صدا، بدون هیچ گونه صدایی است. برای مثال در کلمه هتل که اینجا میشته کدام، در فرانسوی میگن هتل و نه هتل. یا در اینجا هتل اما اوتل. ایر ایر اش ای او ار ایر ایر هم اشش تلفظ نمیشه. ایر انگار که اصلا ایج اشی نیست. یک چیزی مهم دیگه که نباید فراموش شوه او ای است که در زبان فرانسوی تمام اسم ها یا مذکر هستن یا مؤنث. یا به قول یا گفته فرانسویشی یا مسکولن مذکر یا فمینن مؤنث هستن. کلماتی که مذکر هستن اختیکلشان، اختیکل یعنی امو پیشوند کلمه، اختیکل لو میگیره. کلمات مذکر، کلمات مسکولن اختیکلی لو میگیره و کلمات مؤنث یا فمینن اختیکلی لا میگیره. برای مثال کلمه های مثل پرونونسیاسیون یا اکسپسیون، کل کلماتی که با سیون خلاص میشه کلشان فمینن هستن، فمینن یا مؤنث، بنابراین لا میگیره. لا پرونونسیاسیون یا لکسپسیون. و همچنان کلماتی که در او دو ت او خلاص میشه او دو ت دو ت او، همچنان کلماتی هستن که فمینن یا مؤنث هستن. لا سیگارت. دیگه مثال کلمه جو. جو یعنی بازی. جو یک کلمه مذکر است، بنابراین اختیکلش لو هست. لو جو یا بونجور. بونجور هم مسکولن هست. لو بونجور. والا ای بود درس امروز. درس اول زبان فرانسوی روی تلفظ بیشتر بود و امی دیگه. تلفظ در زبان فرانسوی بسیار بسیار مهم است. از خاطری که میبینم دیگه کسایی که مثلا تلفظشون صحیح نیست، خیلی دیر منظورشون فهمیده میشه توسط طرف مقابل. بنابراین روی تلفظ زیاد کار کنید و تلفظ جدی بگیرید. این بود درس اول. امید که خوشتون آمده باشه و برایتون مفید باشه. اگر کدام نظر، پیشنهاد، سوال، چیزی دارین در قسمت نظرات پیشنهادات بنویسید، حتما جواب میدم. والا والا ای بود درس اول. تا درس بعد چاو چاو.